مرسی متشکرم. مرسی متشکرم. لطفاً بشینید، بفرمایید. امروز بیشک کنفرانس خبری هستش که دیرتر از هر زمانی در عمرم برگزار کردم. مرسی متشکرم هستم. من میخوام تشکر بکنم از مردم آمریکا به خاطر اینکه میلیون ها نفر امروز به ما رأی دادند. و متاسفانه بعضی از آدمایی که تأسف بار هستن دارن سعی میکنن که حق ما رو از ما سلب بکنن و ما این رو تحمل نخواهیم کرد. من میخوام تشکر بکنم از بانوی اول. میخوام از معاونم پنس تشکر کنم. و ما داشتیم آماده می شدیم که جشن بزرگی برگزار بکنیم. ما داشتیم می بردیم. بعد یه دفعه نتایجی رو که دیدیم البته فوق‌العاده هستند و ما داریم خودمون رو آماده می کنیم. آماده هستیم که بریم بیرون و جشن و پایکوبی برگزار بکنیم. چه موفقیت بزرگی بود. شهروندان این کشور واقعا در شمار رکورد شکنی امروز بیرون آمدن تا از این جنبش خارق‌العاده ما حمایت بکنند. در ایالتهایی که ما اصلا انتظار نداشتیم ببریم، مثل فلوریدا، نه فقط بردیم بلکه با اختلاف زیاد بردیم. ما در اوهایو، ایالت بزرگ اوهایو برنده شدیم. تگزاس رو بردیم. تگزاس، ما تگزاس رو بردیم. 700 هزار رای بیشتر رو بردیم و اینها رو اصلا محاسبه نمی کنن. خیلی روشنه که ما جورجیا رو هم بردیم. ما 2.5% بالاتر هستیم، یعنی 117 رای بیشتر. 7% فقط مونده که هرگز اونا نمیتونن به گرد ما برسن. کارولاینا شمالی، اونجا رو هم بردیم. 1.4% جلو بودیم با 77,000 رای. 5% مونده. این 5% نمیتونن جبران بکنن عقب افتادنشون رو، به گرد ما نمیرسن. آریزونا رو نگاه بکنید. آریزونا کلی هنوز اونجا فرصت هست. یکی گفت، نمیدونم یکی اومد گفت اونا مثلا اونا بردن شاید، ولی خیلی تو آریزونا رای دادن برای اینکه میتونه آرا به نفع ما تموم بشه، برای اینکه تازه الان دارن وارد سرزمین ترامپ میشن، کسایی که طرفدار ترامپ هستن. اما شاید حالا نتیجه عوض بشه. یکی اومد گفتش که شاید اینا نتونن ببرن، شاید نتونن ببرن. ما اصلا احتیاج حتی نداریم به آریزونا. این یه ایالتی بود که اگر حالا می بردیم آریزونا خوب بود. احتمال داره، هنوز احتمال خوبی هم هست که ببریم اونجا. اتفاقا آخرین باری که من دیدم دوباره شماره ها عوض شدن، نتایج عوض شدن و مقدار کمی رای مونده. مسلمه ما دوست داریم که آریزونا رو ببریم، اما مهمتر از همه ما داریم در پنسیلوانیا با اختلاف زیاد برنده میشیم. اینجوری فکر کنید ما 690 هزار رای در پنسیلوانیا جلو هستیم. اینا اصلا با من اختلافش حتی نزدیک هم نیست. با 64% آرایی که تا الان شمارش شدن غیر ممکنه برای اونا بتونن ببرن. بعد حالا ما تازه الان داریم شمارش آرا رو در مناطقی از پنسیلوانیا انجام میدیم که همه حامی رئیس جمهورتون هستند و توسعه پیدا میکنیم. ما داریم در میشیگان هم برنده میشن. من اعداد و ارقام میشیگان رو نگاه کردم، گفتم واو عجب زیاد، با اختلاف 300 هزار رای.
65% آرا هم تا الان شمارش شدن و ما داریم در ویسکانسن هم برنده میشیم. ما اصلا تمامینا رو احتیاج نداریم. اون چه که ما احتیاج داریم برای که شما وقتی تگزاس رو محاسبه بکنین، من صحبت کردم با فرماندار تگزاس چند دقیقه پیش، رگبت به من گفتش که به تو تبریک میگم، به من زنگ زد که بهم تبریک بگه که ما تگزاس رو بردیم. ما تگزاس رو بردیم. من فکر نمیکنم تمام آرا رو اونجا شمردم و امکان نداره اونا بتونن ببرن و تقریبا پیروزی تکمیل شده. اونم به من تبریک گفت، به من پرسید، گفت که از من پرسید ببین چه خبره، من تا الان همچین چیزی رو ندیدم. میدونین چیه؟ هیچ کی همچین چیزی رو ندیده. ما با 170,000 رای بیشتر ما در میشیگان برنده شدیم. برای همین شما وقتی این سه تا ایالت رو مشخصا محاسبه بکنین و تمام ایالات دیگر رو در نظر بگیرین، یعنی که ببینین ما اصلا چه شب بزرگی داشتیم. نگاه بکنین به تمام ایالتایی که ما امشب بردیم، بعد نگاه بکنین با اختلافاتی که ما، اختلاف آرایی که ما در ایالت ها برنده شدیم، بعد میبینید که اینجوری نیست که مثلا حالا ما 12 رأی آوردیم، حالا 60% آرا هنوز شمارش نشدن. ما ایالت‌های بزرگی رو بردیم. همه دارن می‌پرسن چی شد تو این انتخابات. ما تمام این مجریا رو داریم که دارن یه دفعه میگن چی شد، چی شد. بعد تازه میدونین، نه بذار تو میگم چی شد. میدونستن که نمیتونن ببرن، اومدن گفتن که بریم به دادگاه. من پیش بینی نکردم. نیوت، من نگفتم اینو، نگفتم. من از همون روز اول وقتی شنیدم گفتم که میخوان آرا پست بکنن، 10,000 آرا پست کنن، من اینو پیش بینی کردم. من که یا اینا گفتم یا میبرن یا اگه نبرن میخوان ما رو ببرن به دادگاه. برای همین داد فلوریدا یه پیروزی خیلی بزرگ بود. تگزاس که گفتم، اوهایو، اینجوری فکر کنید، اوهایو یک ایالت بزرگه. من که عاشق اوهایو هستم. ما با 8.1% اوهایو رو بردیم، یعنی با 500,000 رای. کارولاینای شمالی یک پیروزی بزرگ. و برای ما اونجا بردیم. الان پیشتاز بودیم با 67,000 رای تقریبا. اونجا شمارش آرا تموم شده. بعد یه دفعه همه چی متوقف شد. این یک تقلب بزرگه. این یک مایه شرمساری برای مملکت ماست، چون ما داشتیم خودمون رو آماده میکنیم که انتخابات رو ببریم و راستش رو بخواین ما این انتخابات رو بردیم. برای همین هدف ما الان این هستش که تضمین بکنیم برای خیر و صلاح این ملت، چون این لحظه بزرگی هستش. میدونین این یک تقلب خیلی بزرگی که داره انجام میشه. ما میخوایم قانون به شکل درست مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین ما به دیوان عالی آمریکا خواهیم رفت و میخوایم تمام رای گیری ها پایان پیدا بکنه. ما نمیخوایم دفعه 4 صبح بیان یه چند تا برگه رای پیدا بکنم و اینو اضافه بکنم به شمارش آرا. خیلی لحظه ناراحت کننده است. برای من لحظه خیلی ناراحت کننده هستش، ولی ما این رو میبریم. تا اونجایی که برای به من مربوط میشه، ما بردیم انتخابات رو. برای همین میخوام ازتون تشکر بکنم و من میخوام تشکر بکنم از تمام حامیان ما، از تمام کسانی که با ما کار کردن، از معاونم آقای پنس. میخوای چیزی بگی؟ بیا چند کلام حرف بزن. من میخوام به شما ملحق بشم، تشکر بکنم از 60 میلیون آمریکایی که آرای خودشون رو برای 4 سال دیگه ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صندوق ها ریختند. و در حالی که بقیه آرا شمارش میشن، ما هوشیار خواهیم بود، همینجور که آقای پرزیدنت گفتند. حق رای دادن در کانون این دموکراسی ما بود از روز تأسیس این ملت و ما سلامت انتخابات رو تضمین خواهیم کرد. اما من معتقد هستم با تمام وجودم که با اختلاف زیاد آرایی که شما در الان در ایالتایی که شما نام بردین و نحوهی که شما این جنبش رو به راه انداختین که عظمت رو به آمریکا برگردونین، من واقعا معتقد هستم مثل شما که ما در راه پیروزی هستیم و دوباره عظمت رو به آمریکا بر خواهیم گردوند. متشکر هستم آقای پرزیدنت.
با پوشش ویژه و لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با ما هستید. تصاویر زنده از واشنگتن می‌دیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حرف از پیروزی زد، گفت که مسجله که انتخابات رو برده، ناراحت از این که گویا شمارش آرا به تعویق افتاده، گفت که اگر لازم باشه ممکنه که به دادگاه مراجعه کنه. بعد از او مایک پنس معاون او صحبت کرد، او هم گفت که تیم اونها در مسیر پیروزی هستن. میدونیم که بعد از یک شب طولانی دو نامزد هر دو حرف از پیروزی زدند، در حالی که شمارش آرا همچنان ادامه داره، به پایان خودش نرسیده. دونالد ترامپ میگه که برنده بزرگ این رقابت کم نظیر. جو بایدن هم به طرفدارانش گفت که پیروز میدانه و فقط باید کمی صبر کرد. از همین حالا بوی جنجال و کشمکش هم به مشام میرسه، کشمکشی که احتمال داره سر به یک جنگ حقوقی بزنه و کار دو طرف رو به دادگاه بکشونه. در هر صورت تا اینجا هیچ کدام از نامزدها به کسب عدد طلایی 270 کالج الکترال نرسیدن. تا اینجا دست کم نظرسنجی هایی که یک پیروزی سریع، آسان و قاطع رو به نفع جو بایدن پیش بینی میکردن درست از آب در نیامده. چیزی که تا اینجا میشه گفت اینه که رقابت شانه به شانه است و فاصله دو مرد این کارزار بسیار بسیار به هم دیگه نزدیکه. اجازه بریم به واشنگتن و با سام فرزانه صحبت بکنیم. سام، چه برداشتی میشه کرد از حرفای آقای ترامپ؟ جمال، ببین، آقای ترامپ همونطور که خودت هم شنیدی، کاری که انجام داد این بود که اول سعی کرد که یک روایتی از این انتخابات بده که بخونه با اون ادعاهایی که بعداً میخواد مطرح بکنه. یعنی اینکه اومد، چون به هر حال الان اعدادی که به او دادن کمتر از آقای بایدنه، بنابراین شروع کرد به گفتن اینکه مثلا در ایالت پنسیلوانیا چقدر او جلو هست و اصلا امکان نداره که آقای بایدن بتونه به او برسه. در ایالت میشیگان گفت که چقدر او جلو و باز هم امکان نداره، و بعد گفت که اصلا ایالت آریزونا اهمیتی نداشت که از دست جمهوری خواهان رفت. اشاره کرد به کارولینای شمالی و اینکه چقدر اونجا جلوتره، و قبل از همه اینها خیلی ابراز خوشحالی کرد از پیروزی در ایالت تگزاس و فلوریدا، ایالتایی که به هر حال به جمهوری خواهان تگزاس بیشتر، فلوریدا کمتر نزدیکترن، و از قبل هم این رو همه گذاشته بودن در سبد آقای ترامپ. آقای ترامپ ادعا کرد که انتخابات دیگه به پایان رسیده و این آرای باقی مونده چیز زیادی نیست، ولی در حالی که هنوز تعداد زیادی از آرا موندن که بنا به قوانینی که در ایالات مختلف هست این آرا باید شمرده بشن. مثلا ایالت پنسیلوانیا که آقای ترامپ از اون نام برد، به دلیل اینکه زیرساخت‌های لازم برای رأی‌دهی زودهنگام در این ایالت نبوده، برعکس مثلا ایالت فلوریدا، شمارش رأی‌ها خیلی دیرتر شروع شده، کنتر انجام میشه، و از قبل هم همه میگفتن که چند روزی امکان داره که طول بکشه تا مشخص بشه دقیقاً چه کسی در این ایالت چه مقدار رأی گرفته. امکان داره که به نفع آقای ترامپ باشه، امکان داره که نباشه، اما این تصویری که آقای ترامپ داد و شروع کرد به گفتن اینکه یکی یکی این ایالت‌ها چطور به نفع او داره تموم میشه، اینها رو گفت و در آخر به اونجا رسون سخنرانی رو که بله، داره یک تقلب بزرگ انجام میشه و بله ما جلوش رو میگیریم، و گفت که اینها شب پیروزی ما رو از ما گرفتن، و گفت که آماده است که او همه این ماجراها رو ببره به دیوان عالی، و گفت مخالف شمرده شدن آرایی هست که از فردا صبح بخواد انجام بشه، به خاطر اینکه او تصور میکنه یا این تصور رو میخواد جا بندازه که از این به بعد اگر حتی آرای پستی مردم که در مهلت قانونی پست شده اونها بخواد شمرده بشه، اینها آرای تقلبی هستن و نمیخواد اونها رو به حساب بیاره. به نظر میرسه که آقای ترامپ از همین الان با گفتن این و با این ساختن این تصویر رویایی پیروزی در همه این ایالت‌هایی که از اونها نام برده، داره به هواداران خودش و به کل مردم آمریکا این پیام رو میرسونه که آسون این ریاست جمهوری رو تحویل نخواهد داد، و ما احتمالاً در روزهای آینده، هفته‌های آینده شاهد کشمکش‌های بسیار زیادی در ایالت‌های مختلف آمریکا و حتی شاید در سطح دیوان عالی آمریکا باشیم برای شمارش آرا و بعد شکایت پشت شکایت‌هایی که انجام میشه برای بازشماری اونها. اگر حرفای آقای ترامپ رو کنار حرفای آقای بایدن بگذاریم، میشه گفت که آقای
بایدن حرفش این بود که باید صبر کرد. هنوز چندان نتیجه معلوم نیست، اگرچه او گفت که در مسیر پیروزی است. سام، صدای منو میشنوی؟ ممکنه سوالتون رو تکرار کنی؟ آیا میشه چه اگر حرفای آقای ترامپ رو کنار حرفای آقای بایدن بگذاریم چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه اینه که جمال، میلیون ها هنوز رای مونده که شمرده نشده و میلیون ها رای میتونن تعیین کننده باشن. در خیلی از ایالت ها چند ده هزار یا چند یکصد یا دویست هزار رای میتونه نتیجه رو عوض بکنه. اینکه الان ما میدونیم میلیون ها رای هستن که شمرده نشدن، خود این نشون دهنده اینه که این انتخابات به پایان نرسیده و این انتخابات هنوز مونده به اون جاهایی برسه که آقای ترامپ میخواد حالا بهش بگه پیروزی. آقای بایدن همین رو گفت، گفتش که این آسون نخواهد بود، چند روز طول خواهد کشید. آقای بایدن با یک تون و لحن آرومتری همین حرفا رو زد که آقای ترامپ زد. به نظر میرسه اگر تندی لحن آقای ترامپ رو کنار بگذاریم، او هم داره این رو میگه که از آرای خودش نخواهد گذشت و میخواد اون رو ببره به دادگاه و میخواد که تا آخرش وایسته تا ببینه که آیا پیروز این میدان شده یا نه. آقای ترامپ کسی نبوده که به این راحتی از میدان به در بره. میدونیم آقای ترامپ یک ماه مونده به روز انتخابات بیمار شد، به کووید 19 گرفت، بلند شد از سر بیماری بلند شد و به کارزارهای انتخاباتی خودش ادامه داد. فردی هستش که روحیه جنگنده داره و نشون داد امشب با این سخنرانی و با لحنی که به خوبی انتخاب کرده بود برای این سخنرانی، نشون داد که به همین راحتی هم این انتخابات رو واگذار نخواهد کرد و ادامه میده. آقای بایدن با لحن دیگری همین حرفا رو زد. اگر کار به دادگاه بکشه، آیا جمهوری خواهان و مشخصا آقای ترامپ دست بالا داره در دادگاه عالی؟ دیوان عالی آمریکا در واقع یک نهادی است که قاضیهای مختلفی داره. بعضی از اونها مشهور به نزدیکی به جمهوری خواهان هستن به خاطر اینکه رؤسای جمهوری محافظه‌کار یا جمهوری خواه اونها رو انتخاب کرده بودن و بعضی های دیگه هم به دموکرات‌ها نزدیکی دارن. اما این نکته قابل ذکره که وقتی که یک پرونده به دیوان عالی آمریکا میره، اینها مجبورن که در چارچوب قانون با اون برخورد بکنن. همین کسانی که نزدیک به آقای ترامپ به حساب میان، اینها وقتی که صحبت از این شد که خب آیا آرای مثلا ایالت پنسیلوانیا میتونه تا دو روز سه روز بعد از اینکه انتخابات تموم شده و حالا پست اونها رو آورده شمرده بشه یا نه، وقتی یک همچین پرونده اومد به دیوان عالی، عملا نتیجه ای که از دیوان عالی حاصل شد به نفع آقای ترامپ نبود. در واقع اونها گفتن که بله، ممکنه که شما این آرا میتونه شمرده بشه. این تصور که کسانی که در دیوان عالی هستند صرفاً به خاطر اینکه مثلا آقای ترامپ یا یک محافظه‌کار دیگه اونها رو انتخاب کرده، حتماً به سمت او و به نفع او رأی میدن، به نظر نمیرسه که ایده درستی باشه. کسانی که کارشناسانی که کار کردن سالها درباره دیوان عالی آمریکا، با کنار هم گذاشتن این موارد، میگن که امکان این که بخواد چنین تقلبی بخواد انجام بشه یا به نفع آقای ترامپ گرفته بشه خیلی کمه. کما این که میگن که اول از همه باید این آرا در جاهای دیگه شمرده بشه در ایالت‌ها و بعد اگر اینها نشه در خود سطح ایالت، اینها به نتیجه نرسنه که حالا تازه میاد و به دیوان عالی میرسه. ممنونم از سام فرزانه از واشنگتن با ما. دونالد ترامپ در پیامی در سایت توییتر از پیروزی قاطع خودش حرف زد، لحظاتی پیش هم اون رو تکرار کرد. جو بایدن البته نوشته که ترامپ یا شخص او تصمیم نمیگیره، بلکه مردم آمریکا تصمیم گیر هستن. یک طرف ترامپ ماجراجو و غیر قابل پیش بینی رو داریم، 45مین رئیس جمهوری آمریکا، سرمایه گذار در بخش مسکن، ستاره برنامه‌های تلویزیونی که باید با او هر لحظه منتظر تصمیمی غیر منتظره باشید. طرف دیگه هم جو بایدن، 47مین معاون رئیس جمهوری آمریکا که 8 سال معاون باراک اوباما بوده. آقای بایدن از سال 1972 6 دوره سناتور منتخب ایالت دلاور بوده، یکی از کهنه کارهای سیاست در آمریکا. اینکه چه اتفاقی تا اینجا افتاده رو همکارم مجید افشار توضیح میده. مجید،
ممنونم جمال. اگه یادتون باشه از سر شب وقتی که شروع کردیم دیشب به رنگ کردن این دیوار، یک دونه سناریو، چون این واقعا یک مثل یک مدل ریاضیه، یک سناریو وجود داشت که در اون دو نامزد هر کدوم میتونستن 269 رأی به دست بیارن و اون وقت این ناحیه دوم، رأی ناحیه دوم نبراسکا بود که ممکن بود شرایط رو مشخص بکنه. اون سناریو حالا خیلی زنده تر شده، یعنی عملا مشخصا میتونه اتفاق بیفته. اما بذارید بگیم که ایالت‌هایی که باقی مونده هنوز نتیجهش مشخص نشده، از این طرف شروع بکنیم: جورجیا، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین. در تعدادی از اینها به خصوص این ستها که خیلی مهم هست، اگر نگاه بکنیم اونا رو، نتایج رو کنار همدیگه گذاشتیم، در تمام سه ایالت در حال حاضر با میزانی که شمارش شده، در پنسیلوانیا با 75% آقای ترامپ جلو هست، در میشیگان با 67% آرا، شمارش 67% آقای ترامپ جلو هست، و در ویسکانسین با 83% آرا. اما همونطور که میبینید آرای غیر حضوری در میشیگان و ویسکانسین 54%، یعنی همین چیزیست که آقای بایدن داره روش حساب میکنه و تصور این هست که اون آرای پستی بدتر که میرسه شاید بتونه این معادله رو کم و بیش تغییر بده. در پنسیلوانیا اما آرای غیر حضوری کمتر هست و آقای بایدن هم عقبتر. اگه نگاه بکنیم به پنسیلوانیا میبینید که تفاوت خیلی زیاد هست و در آرا هم چیزی هلوش 300,000 تفاوت هست. عملا کار برای آقای بایدن سخت‌تر. اما به اون سمت که میریم در آریزونا و نوادا به نظر میرسه کم و بیش کار راحت‌تر هست برای آقای بایدن، چرا که به نظر میرسه او تونسته تا اینجا آریزونا رو برای خودش نگه داره. اگر آریزونا رو به آقای بایدن بدیم و نوادا رو هم به آقای بایدن بدیم، اون وقت آقای بایدن ویسکانسین و میشیگان رو نیاز خواهد داشت. اجازه بدید یه بار دیگه برگردیم برای اینکه دستمون خورد و همه چیز به هم ریخت. تکرار بکنم، اگر آریزونا و نوادا رو که هنوز نتایجش به صورت قطعی نیامده اما به نظر میرسه که به آقای بایدن خواهد رسید، اون وقت ویسکانسین و میشیگان رو به آقای بایدن بدیم، اون وقت با اون یه دونه رأی ناحیه دوم نبراسکا عملا آقای بایدن میتونه 270 رأی رو به دست بیاره. برگردیم یه نگاهی بکنیم ببینیم شرایط برای آقای ترامپ به چه شکل خواهد بود. اگر او بخواد به سمت، او بخواد در کاخ سفید بمونه، اون وقت شرایط برای آقای ترامپ عملا راه‌های مشخصی که وجود داره، او باید جورجیا، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا رو ببره، همچنان 3 رأی کم داره، بنابراین او به یکی از این ایالت‌ها احتیاج خواهد داشت. در نهایت او به یکی از این ایالت‌ها احتیاج خواهد داشت. اگر این رأی رو هم عملا به او بدیم باز هم کم خواهد داشت، 2 رأی کم خواهد داشت. ویسکانسین، میشیگان، اون دوتا به نظر نمیرسه که آقای ترامپ روی اونها شرطی ببنده، ولی این 3 ایالت اینجا به هر حال تعیین کننده خواهد بود. شرایطی است که باید در چند روز آینده منتظر بشیم آرا بیان و احتمالاً چند روز طاقت فرسایی رو هم در پیش خواهیم داشت. جمال، ممنونم از مجید افشار. در این چند روز طاقت فرسا اگر بکشه ما با شما خواهیم بود و توقع داریم که شما هم بی بی سی فارسی رو ببینید، تازه ترین ها رو دنبال بکنید. در هر صورت یکی از بدترین سناریوها همین بود که کار به درازا بکشه. به هر حال این اتفاق افتاده، بد نیست که بریم با واشنگتن با تیم پوشش انتخاباتی ما در آمریکا همراه شیم. رعنا رحیم‌پور با شما خواهد بود. رعنا سلام جمال، سلام به تو و سلام به همه بینندگان. ساعت 2:45 صبح به وقت واشنگتن، 11:15 صبح به وقت ایران. همه شب با ما بودید و ما سپاسگزار شما ایم. شب پر حادثه و همطوری که از مجید شنیدید کماکان میلیون ها رای در حال شمردن و نتیجه برای اغلب ما هنوز
نامشخص. صحبت‌های آقای ترامپ که شنیدید دقایق پیش، صحبت‌هایی بود که برای بسیاری ایجاد تعجب کرد. او به نوعی اعلام پیروزی کرد در حالی که می‌دونیم میلیون‌ها رأی هنوز شمرده نشده و تکلیف بسیاری از ایالت‌های کلیدی که درش رقابت بسیار نزدیکه هنوز مشخص نشده و نتیجه اونها ممکنه چندین روز طول بکشه. به همین دلیل صحبت‌های آقای ترامپ حتی عده‌ای از نزدیکان و رسانه‌های نزدیک به اون رو هم متعجب کرد، از جمله تلویزیون فاکس نیوز که ابراز تعجب کرد از اینکه چرا آقای ترامپ خودش رو در این مقطع پیروز انتخابات اعلام کرده. همکارم خشایار جنیدی اینجا با ماست. خشایار، با هم داشتیم سخنرانی رو می‌دیدیم و تعجب برانگیز بود صحبت‌های آقای ترامپ، خصوصا اون بخشی که میگفتش که این به نوعی دسیسه است علیه ملت ما و این رو ما باید ببریم به دادگاه عالی. منظورش چی بود دقیقاً آقای ترامپ؟ بذار اول من صحبت‌های آقای ترامپ رو از روی نوشته بخونم. آقای ترامپ در بخشی از سخنرانی که 20 دقیقه پیش بود، همین حدودا بود که داشت صحبت می‌کرد، گفتش که این یک تقلب علیه مردم آمریکاست. ما این انتخابات رو بردیم، این یک تقلب بزرگ علیه کشورمونه، ما به دیوان عالی خواهیم رفت. صحبتی که الان ناظران و تحلیلگران میکنن این هست که در حالی که هنوز میلیون ها رأی شمرده نشده در همه ایالت ها، فقط در مورد ایالت هایی که نتیجهش اعلام شده نیست، در حالی که هنوز میلیون ها رأی شمرده نشده، اولا که نمیشه با قاطعیت گفت که پیروز هست یا پیروز نیست، هنوز به اونجا نرسیده و اینکه شواهدی دال بر یک تقلب بزرگ وجود نداشته. اما اینکه آقای ترامپ در مورد چه داره صحبت میکنه، صحبتش احتمالاً برمیگرده به اون نگرانی که از ابتدا مطرح میکرد در مورد آرای پستی. الان در 3 ایالت کلیدی مهم آقای ترامپ جلو هست، ولی پیروزیش در این ایالت‌ها اعلام نشده، چرا که شمارش آرای پستی هنوز انجام نشده، به خصوص در پنسیلوانیا که این کار فردا باید انجام بشه و بنابراین برنده مشخص نیست. البته میگم فردا، الان ساعت نزدیک 3 صبح هست، تا چند ساعتی دیگر شمارش باید قاعدتا شروع بشه و خیلی هم رقابت تا به اینجا بین آقای بایدن و آقای ترامپ نزدیک بوده، یک جوری یر به یر هستن. از جهت آرای الکترال حدودا میشه گفت که آقای بایدن تا به اینجا 220 رأی آورده، آقای ترامپ کمی کمتر 213 رأی آورده و این نشون میده که این رقابت چقدر نزدیک است. اون چیزی که تعیین کننده خواهد بود برای نتیجه این انتخابات 3 ایالت پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان هست. آقای ترامپ از اولش هم گفتش که الان تو هر ستاش جلوه نیست؟ تو هر ستا تقریبا جلو هست، منتها میگم شمارش آرا تمام نشده. نه، این عجیب. وقتی که آقای ترامپ جلوه در این 3 ایالت کلیدی، نگرانیش از چیه؟ چرا بحث از بردن شکایت به دادگاه عالی میکنه؟ آقای ترامپ از قبل هم گفت نتیجه انتخابات باید شب انتخابات مشخص بشه و این قضیه نباید کش بیاد. قبلا هشدار داده بود که این قضیه میتونه کمک کنه، به گفته او میتونه باعث تقلب و دست بردن در آرا بشه. اتفاقا آقای ترامپ در توییتر و فیسبوک هم پیام مشابهی رو منتشر کرد که رأی رو داره، آرا رو دارن میدزدن، انتخابات رو دارن میدزدن. هم توییتر هم فیسبوک نشان گذاشتن بر روی این پیام های آقای ترامپ که همچی چیزی هنوز مطرح نشده و صحت نداره. حتی توییتر پیامک آقای ترامپ رو، پیام آقای ترامپ رو مخفی کرد، پوشوندش که دیده نشه به وسیله کاربران دیگر. به هر حال این نگرانی رو آقای ترامپ الان هفته هاست داره مطرح میکنه و هفته هاست داره میگه که با این قضیه راحت نیست. اما دیوان عالی آمریکا که اتفاقا 3 قاضی منصوب آقای ترامپ در اون هستند، رأی به این داد که طبق قوانین محلی در پنسیلوانیا امکان شمارش آرایی که به صورت پستی و زود هنگام انجام شدن تا 3 روز بعد از انتخابات امکانش وجود داره و اونها برخلاف خواسته آقای ترامپ در اصل رأی دادن اون موقع. با این حال شمارش آرا ادامه داره. مایک پنس معاون آقای ترامپ هم بعد از صحبت آقای ترامپ اومد صحبت کرد، او هم اشاره کرد که شمارش آرا ادامه خواهد داشت. به این نکته هم اشاره میکنم که جو بایدن نامزد دموکرات ها گفتش که تعیین کننده نه من نه آقای ترامپ
تعیین کننده نیستیم چه کسی پیروز شده، این مردم و شمارش آرا هستن که نشون میده چه کسی در این انتخابات پیروز شده. خب حالا اگر بخوایم یه نگاهی بندازیم به سناریوهای ممکن، همونطور که اشاره کردی الان آقای بایدن 220 رای کالج الکترال از آن خودش کرده و آقای ترامپ 213 تا، ولی می‌دونیم ایالت‌های کلیدی هنوز باقی مونده، ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا، کارنای شمالی. چه سناریوی میشه متصور شد که آقای بایدن برنده این انتخابات باشه؟ ببینید، آقای ترامپ در انتخابات سال 2016، 4 سال پیش، در رقابت با خانم کلینتون موفق شد که به 306 رأی الکترال دست پیدا کنه. کسی رئیس جمهور میشه در آمریکا که 270 رأی الکترال داشته باشه؟ یعنی آقای ترامپ در اون زمان 36 رأی الکترال بیشتر از حد نصاب کسب کرد. حالا اون سیاست و استراتژی که دموکرات‌ها داشتن برای پیروزی در این انتخابات این بود که ایالت‌هایی که 4 سال پیش خانم کلینتون به دست آورده بود یا داشت رو حفظ کنن به عنوان سنگرهای دموکرات‌ها و برن سراغ ایالت‌های کلیدی تا بتونن اون آرای اضافه از آقای ترامپ پس بگیرن و بتونن یک موازنه ایجاد کنن که آقای بایدن 270 رأی رو به دست بیاره و رئیس جمهور بشه. تا به اینجای انتخابات که آرا شمارش شده و مشخص شده که آقای بایدن 220 رأی الکترال داره در برابر 213 رأی آقای ترامپ، خیلی رقابت نزدیک هست. این رو من بگم، این که مشخص شده فقط در یک ایالت، فقط در یک ایالت دموکرات‌ها موفق شدن رأی رو از جمهوری‌خواها بگیرن و اون ایالت رو به اسم خودشون سند بزنن در این انتخابات، آریزونا. یعنی تا به اینجا تمام ایالت‌هایی که رأی الکترالشون برای آقای بایدن رفته ایالت‌هایی بوده که خانم کلینتون 4 سال پیش درش پیروز شده بوده، مال دموکرات‌ها بوده. فقط یک ایالت آریزونا با 11 رأی الکترال رو آقای بایدن تونسته کسب کنه. ولی اون به تنهایی کافی نیست. نه، 36 تا دیگه هست. یعنی احتیاج داره به دست کم 26 رأی الکترال دیگر تا بتونه به 270 رأی برسه. یعنی باید یا در پنسیلوانیا که 20 رأی الکترال داره در اونجا پیروز بشه و میشیگان یا ویسکانسین رو ببره، یا به نحوی. البته جورجیا هم به نظر میرسه که آقای ترامپ البته جلوتر هست بر اساس شمارش‌های اولی، ولی آقای بایدن و دموکرات‌ها کماکان امیدواری‌های نسبت به جورجیا هم مطرح می‌کنند. اما این رو بگم، تا ظهر امروز، یعنی امروز که میگم منظورم سه‌شنبه که روز انتخابات بود، ما هنوز نخوابیدیم، فکر می‌کنیم سه‌شنبه است. تا ظهر سه‌شنبه دموکرات‌ها امیدوار بودن که در ایالت‌های کلیدی بیشتری بتونن پیروز بشن، جاهایی که رقابت خیلی نزدیک بود بر اساس نظرسنجی‌ها، کارولینای شمالی، حتی امیدواری به فلوریدا داشتن اینها، و حتی بعضیا خیلی خوشبینانه میگفتن ممکن است تگزاس رو حتی بگیرن، که البته هیچ کدوم از اینا محقق نشد. اتفاقا من شکم بار دیگه به نظر میاد که نظرسنجی ها و کسانی که ناظر این انتخابات بودند اشتباه کردن در محاسباتشون. بسیاری از نظرسنجی ها نشون میداد که آقای بایدن پیروزی راحتی رو پیش رو خواهد داشت، اما به نظر میاد که دست کم پیروزی قاطعانه که دیگه تمام شده، امکانش وجود نداره، یا یک پیروزی لب مرزی برای آقای بایدن، یا یک پیروزی بسیار سخت برای آقای ترامپ. همینطور هست. هنوز که نمیدونیم کی پیروز شده و کی برنده است، کی بازنده است. هنوز زوده بخوایم بگیم. ببینید، نظرسنجی ها اون چیزی رو ارائه میدن که در اون لحظه نظرسنجی از یک تعداد خاصی از افراد بر اساس فرمول هایی که خودشون دارن، یک کار حرفه‌ای بسیار مشکل و پیچیده است. خیلی وقتا اومدن گفتن که ما دیگه شیوه هامون رو عوض کردیم، ما نوع نظرسنجیمون رو تغییر دادیم. یعنی همه انتظار داشتن که این بار دیگه درست بحث باشه. بحث نظرسنجی ها برمیگرده به اون شعر که هر کسی از ظن خود شد یار من. گاهی این گونه تفسیر میشه. منتها ببینید، این دفعه نیومدن در سطح ملی خیلی فوکوس کنن، خیلی تمرکز کنن در سطح ملی، رفتن سراغ ایالت‌های کلیدی و نظرسنجی‌هایی هم که انجام دادن خب نشون میداد که مثلا رقابت خیلی تنگاتنگ بود در بعضی از ایالت‌ها. یعنی اون حد خطا رو حتی کمتر از اون بود، اختلاف اینا در حد 2-3% بود و این خب نشون نمیده واقعا این 2-3% مثلا چقدر امیدواری میتونه وجود داشته باشه. البته بعضی از ایالت‌ها بیشتر به صحبت، مثلا در پنسیلوانیا صحبت این بود که آقای ترامپ، آقای بایدن 10% جلوتر هست. در ویسکانسین و میشیگان صحبت این بود که آقای بایدن 7-8% جلوتر هست. منتهای مرتب چیزی که هست، این انتخابات یک شگفتی که ایجاد کرد این بود که به قدری
هیجان در بین دو اردوی دموکرات و جمهوری خواه وجود داشت و به قدری این تنور انتخابات رو به قول داخلی ها گرم کردن که تعداد افرادی که اومدن رأی دادن بی سابقه زیاد شد. یعنی سه شنبه صبح اعلام کردن که تا سه شنبه که روز رسمی انتخابات بوده 102 میلیون نفر اومدن به صورت زودهنگام، حالا یا به صورت حضوری یا به صورت پستی در انتخابات شرکت کردند. رقم بسیار بالایی است با توجه به اینکه سال 2016 کمتر از 140 میلیون نفر رأی داده بودند و حالا باید آرا در بیاد مشخص بشه که رقم نهایی چقدر بوده، ولی رقم بسیار زیادی بوده و شما نمیتونید بگید که طرفداران آقای بایدن فقط اومدن ریختن بیرون رأی دادن، طرفداران آقای ترامپ هم رأی دادن و اتفاقا آرایی که آقای ترامپ امسال به دست آورده همین الانش که انتخابات شمارش تموم نشده و رقم نهایی هنوز مشخص نیست، آقای ترامپ آرایش از آرای 4 سال پیشش بیشتره. نه تنها بیشتره، اینکه مشخص شده بر اساس بعضی از نظرپرسی‌هایی که می‌کنند قبل از انتخابات یا در حین انتخابات از رای دهندگان، مشخص شده که آرای آقای ترامپ در بین مردان سیاه‌پوست همینطور مردان و زنان لاتین تبار افزایش پیدا واقعا کرده. نتیجه خارق‌العاده است. خشایار بذار برگردیم به لندن، دوباره باهات گفتگو می‌کنیم.